سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با رپ هواشی دیگه و میخوایم بررسی کنیم هواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه قبلا ساب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید و از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم اول از همه مرجا که استوری رو گذاشت گفتش که میخواستیم با یکی از بچه ها با داگ کار کنیم اما بعد از اینکه تو این کار کردی پشیمون شدیم به نظر میاد منظورش با ساشا صبحانیه که قراری یه فیتی رو داشته باشه با اسنوب داگ آرتا از وانتونز توی چنل خودش یه ویسی رو گذاشت و تیکای رو انداخت به نوید صدر و مسخره کرد اجرای سایفری که داشتن و, و یه جوری دستش انداخت و گفتش که این شرابه چیه میخونید جن زدید به رپ. خشایر استار بعد از اینکه اعلام کرد اولین سینگل ترک آلبوم اتصالی که به اسم دردسر هست و قراره با بهزاد لیتو دو اکتبر بیاد یه استوری گذاشته گفت قرار یه آهنگایی بیاد که فک اونایی که کجه بدخواهی که گجه صاف شد خب تیکهای بود به امیر خلوت امیر خلوت هم در جوابش یه استوری گذاشت و گفت خندیدیم به ریشه نداشتت بعدم تگش کرد گفت بچه ها این دوستمون فالو کنید و حمایت کنید ازش بعد از اونم خشار سار سری ویس گذاشت توی چنلش و تیکای رو انداخت به امیر خلوت بعد از اون ما هیچی از امیر خلوت ندیدیم حالا بعد ویس ببینیم جواب میده چیه و خب به نظر میادین حالا حالا ها این درگیری ادامه داره و همچنین به نظر میاد توی آلبوم اتصالی ما دیسترکی رو خواهیم داشت به امیر خلوت <applause> بعدم این که یک اکتبر دهم مهمه میاد بیرون یه سری بدخواه کجشون صاف شه این دهاشمون رو دیدیم هنوز تیکه تو ترک بهش نایمده هنوز دیستش نایمده بعد داره میگه جواب میده بعد من من به حمایت احتیاج تو خود تو پیج منو شخ نزن صبح تا نمیخواد حمایت بکنی چقی بعدم اینکه میخندی و بخوریش این مدت این نشسته ببینه من چی میگم بهش تو کل این این همه تایم منتظر بود من چی بهش میام. صدا جیلیز و ویلیزش داره میاد بی خیال بابا اونایی هم که میگم من دنبال هاشیه و نمیدونم فلان و اینا آقا اصلا هستم بسی چی جواب میدن آقا جون اون که من دنبال هاشیه و نشسته بودم شم ماستا میخورم هاشیه قبلی هاشیه این هم که از قبل من گفته بودم ایستی بهش میگم ولی نمیگفتی میگفتن دیدی این خواهیه کرد میرفت تو محل میگفت این خواهیه کرد فلان کرد بیسار کرد تو اصلا مال این هرکونیستی من به تو تیکه خیلی گوگولی انداختم چون خودم خیلی گوگولی ام اینکه تو نمیخواد به ریچه ای من بخندی تو به فکر کج خود که این فن خودم چرا به خودم میزنی همون موقع که اون گروهی که تو از زیر اون اومدی بالا که الان خودشون هم فیدن که خودت هم منو فیدی خبری نیست همونا دیستم هم اون که الان من اومدم شعرشون کردم گفتم آقا اینا به حمایت نیاز دارن چند وقت پیش کلی دیس دوباره چند تا چاغال به ما دادن گفتیم آقا اینا به حمایت نیاز دارن بعد اومدی فن خودم رو به خودم میزنی یه ذره نوآوری داشته باش برادر من فن خودم رو که به خودم نزن که بعد من حرفم تو چک میزنم حسین خال زنک بازی رو نرا چی داری میگی اصلا تو یه ترک خوب نداری تو الان چند وقت یه ترک نداری هرچی هم داری از سر سری داری برو بابا جمعش کن جمعش خون. اما یه داستانی که این چند وقته داره رخ میفته و خیلی از هوادارهای فدایی درگیرش شدن خب تو بقیه چنل ها هم دیدیم برای اونا هم ارسال کردن یه سری پیام ها برای ما میاد که خب کسایی که آهنگ آبی قرمز از فدایی رو استوری کردن مورد تهدید پلیس فتا قرار گرفتن و اس ام های براشون اومده که این آهنگا رو دیگه پخش نکنید و از این حرفا و یکیشون به من یه پیامی داد گفت آقا ما اینو برای فدایی فرستادیم بهش گفتیم و فدایی ما رو بلاک کرد و خیلی نمیدونم اگه واقعا درست باشه اون عکس فوتوشاپ نشده باشه عکس که فرستادم برای ما که بلاک شدن از طرف فدایی خیلی به نظرم حرکت عجیب غریبی از سمت فدایی که هواداراش که به خاطر شعر آهنگش تحت تهدید و تعقیب پلیس فتو قرار گرفتن اینجوری برخورد میکنه حالا نمیدونم داستان چیه ولی خب این بود خبرایی که از سمت طرفداراش ما دریافت کردیم سیجل یه استوری گذاشته گفت آرتیستا رو به میشه معروف کرد اما محبوب نه نمیدونم منظورش به کی میتونه باشه و شاید هم همینجوری یه تیکه کلی انداخته پارسالیب چند تا استوری گذاشت اول از همه اشاره به این کرد که پستش که مربوط به مگاهیت بود توی اینستاگرامش یک میلیون بازید و رد کرده و همچنین یه پست دیگه گذاشت که نشون میده موزیک ویدیو مگاهیت توی کانال یوتیوبش بیشتر از 290 هزار ویو گرفته یه نکته عجیبی که هست اینه که بعد از اینکه آهنگ نسیم به اسم فیک لایف دقایق پیش ارزش شد پارسالی از اون حمایت کرد و اونو استوری کرد یه چند وقت هم نسیم از پارسالی حمایت میکنه هم پارسالی از نسیم به نظر میاد که یه اتحادی بینشون شکل گرفته و دقیقا وضعیت نسیم نسبت به زد بازی معلوم نیست چرا چون سامان توی لایوش میگفت که نسیم هنوز هست اما از برحال حرکاتی که داریم میبینیم با یکی از کسایی که فعلا خیلی دشمنه با چند تا از بچه های بازی پارسالی و دارن هی همو حمایت میکنن داستان عجیبه حالا باید بره جلوتر ببینیم که آیا وضعیت نسیم چی میشه دیگه برمیگرده تو زد بازی یا نه موهر یه سری پرسش و پاسخ قرار داد تو اینستاگرامش و جواب باحالی داد بعضیشو با هم میخونیم خب گفته بود درباره آهنگ جدید که ایراد کجا سوال بپرسید و بعضی گفته بودن دیس به کیه و موهر نوشته بود که بالا 80 درصد پرسیدن که دیس به کیه اما شاید براتون عجیب باشه من اینو سال 94 نوشتم راست میگه یادتون باشه یه حتی اون ورس دومش رو قبلا فیرستال هم کرده بود گذاشته بود در جواب یا یه تیکی به حسین و سهراب ام جی و بعدش گفتش که آقا ما کسی رو نقد نمی کنیم بلکه راه ها و مسیر ها و منشا رو نقد می کنیم خودم قدیم یه طور دیگه بودم و الان عوض شدم و این آهنگ دیس به شخص خاصی نیست بلکه به مسیر هاست و خب خیلی ها هم این مسیر ها رو توش هستن و دارن میرن تو یکی از سوالا که بهش گفته بودن دمت گرم که از نسل جدید داری حمایت می کنی مستر ام پی بود که بیت بر حال آهنگ ایراده کجاست زده بود، مور همچین چیزی نوشت که جالبه این باور غلط رو بیایم یه بار برای همیشه بشکونیم نو کنیم نه من تا از کسی حمایت کردم نه کسی از من حمایت کرده هر همکاری توی دنیای هنری دو طرف است در جامعه هنری اصیل و روشن میزان و معیار موفقیت هنرمند تعداد مخاطب نیست خیلی ها شاید سیاستشون جوری باشه که نگن اما من میگم آهنگساز قطعه ایراد کجاست ساخت بشر و خیلی از کارهای آینده من یکی از ترین و مسلط ترین آهنگساز زنده ایران ایرانه من از صمیم قلب به باهاش و همکاری باهاش میبالم و تا وقتی که هر دو از این همکاری لذت میبریم میکوبیم حمایت کدومه موزیک بازا متوجه هستن چی میگم خب این تا حدی درسته اما بعضی وقتا هست که یه خواننده یه ربکن نوپایی میاد تازه کارش شروع کرده یه آرتیست بزرگتر میبینه که یه سری پتانسیل رو داره میاد یه سری چیزها بهش یاد میده و بزرگش میکنه و خب اون میشه حمایت ولی خب وقتی کار یکی خوبه حالا میخواد نسل جدید باشه یا قدیم آدم باش کار میکنه چرا چون سود دو طرف است یکی ازش پرسیده بود چرا چهار تا همکاری خفن نمیکنی و گفته بود من تو دو سه سال گذشته فقط سه تا کار با هنرمند اول رپ فارسی داشتم از این موضوع به خودم افتخار میکنم که یا یه کاری نمیکنم یا اونقدر تلاش میکنم تا بهترین نصیبم شه سوا از رفاقتمون خیلی تلاش کردم تا هنرمند بزرگی مثل یاس رو کنار خودم ببینم تو کار دمم گرم دمش گرم خب نکته جالبی بود که یاسو و شماره یک رپ فارسی دونست حالا نمیدونم نظرها میتونه متفاوت باشه نظر شما چیه آیا شماره یک رپ فارسی یاس یا کیه سورنا توییت جدیدی گذاشته بود به نظر میاد داریم به آلبومش نزدیک میشیم و شاید تیکاهی از آلبومش باشه شاید هم همینجوری میذاره چون اون خبرهایی که تو هفش ماه گذشته پیچیده نوید از این میداد که سورنا تو همین پاییز و سون قراره که آلبومی بده حالا مشخص نیست اما به حال توییتی کرد نوشت دستای ریخته را چگونه میتوان برداشت جاستینا تقریبا یه توییت اعتراضی میشه گفت گذاشت و اینجوری نوشت اگر واقعا تا آخر امسال اینترنت ایران ملی بشه واقعا بعد از این جمله هیچی ندارم بگم و واقعا هم درسته اگه ملی بشه خیلی اوضاع عجیب میشه و عجیبه که خیلی به این موضوع نیپردازن اما خب جاستینا پرداخت که به خیلی از موضوع و موزل های اجتماعی میپردازه رضا پیشرو یه تویت گذاشته بود که جالب بود نوشته بود به هیچ حرومزاده رنگ ندید لطفا اینو به بغل دستیتونم بگید به بغل هم بگه دلار 29 و این جنگ هنوز شروع نشده سال هاست که با قارت جنگ رو شروع کردن به خودمون احترام بذاریم در قبیله خودمون مراقب هم نگه باشیم از دست این همه روباه معنویتتون رو گسترش بدین چون شدت تاریکی در اوجشه و خب اینجوری اعلام کرد دیگه نظر خودش رو اعلام کرد حالا شما اگه دوست دارید حرفش گوش میدید اگه نه که کار خودتون رو میکنید خب یه داستانی بود یکی از مخاطبا ما فرستاده بود و مثل که کامنتی رو برای اماد قویدل گذاشته بود و اماد قویدل هم عصبی شده بود و یه استوری گذاشته بود این دوستمون برای اماد قویدل نمیشد ببخشید ولی صدای خوبی ندارید اول از همه باید بگم هم که اینجور کامنت گذاشتن اصلا درست نیست و وقتی میگه آقا صدای خوبی نداری قیافه خوبی نداری انتقاد نیست و انتقاد سازنده هم نیست چرا آقا صدا طرف که دست خودش نیست و حالا صدا سلیقه‌ایه به نظر من شاید یه صدا مزخرف باشه همون صدا از نظر یکی دیگه عالیه پس نمیتونیم اینو یه انتقاد قرار بدیم و به اون مثلا کامنت کنیم یا مثلا میگیم زشتی چه میدونم مو نداری فلان اینا کامنت درستی نیست و انرژی منفی داره هیچ کمکی هم نمیکنه اما در نهایت اماد قویدل عصبی شده بود و یه استوری گذاشته بود تو این استوریش یه نکته خیلی جالب بود نوشته بود که دو تو از بدترین صداها رو رپ فارس به خودش دیده و اونم هیچ کس و بهرام هستن و خب خیلی عجیب شمایی که میای آقای اماد قویدل میگی که نمیتونی بگی صدا کی بده کی درسته سلیقه‌ایه بعد میای اینجوری به صدا این دوتا گیر میدی و نمیدونم واقعا اماد قویدل از نظر تکنیکی بد نیست اما نمیدونم سال هاست که خیلی شبیه یاس تقریبا میگن بدل یاس فکر کنم یاس ماشو اگه میزد کچل میکرد خود اماد قوی دل میشد ولی نمیدونم چند وقت پیشم با زخمی درگیر شده بود به یاس گیر میداد به این گیر میداد به اون گیر میداد آقا کار تو بکن خوب باشی میای بالا دیگه چیکا اگه زخمی بده چرا گیر میدی بهش اگه بعدم آخرش نوشته بود که حالا یه تیکاشو درست نمیشه بود نمیشه بعضیا فقط کامنت میذارن که راست میگه اما اون تهش جالب بود که نوشته بود موزلات اجتماعی رو بیان میکنم بدون اینکه ترسی از چیزی داشته باشم و چیزی فکر کنم سیاسی من یادم نمیاد خونده باشه اماد قوی دل از دردهای مثلا راننده تاکسی و اینا خونده بود اونایی که من ازش شنیدم و خب اینا هیچ ترسی نداره شما اومدی زندگی یه راننده تاکسی رو که بعضا سختم است نوشی چه ترسی مگه با تو مستندای خود شبک هم اینا رو میبینیم آهنگ سیاسی خوندی مثلا در حد فدایی یا بقیه که بگیم چیزه خبریه نه اینم جرأت خاصی هم نمیخواست حالا دمت گرم که داری فعالیت میکنی اما این فازا عجیب غریب و نمیدونم از کجا میارید و انتقادای اینجوری بدترین صداها هیچ کس و بهرام و پایینش ارادتش و اعلام کرده بود نمیشه بود که تو نوشتن خوبن که شکی توش نیست ولی فکر نمیکنم صدای بهرامو هیچ کس هیچ کس خیلی خشیه ولی به حالا نمیدونم حرفش اینجوری زده بود و زد دیگه همین و خب اما آهنگ هولش بالاخره بعد از مدت ها اومد خب خیلی از انتظارات رو برآورده نکرد بعد از این همه مدتی که گذشت و خیلی خب میگفتن بیتش دزدیه و یه شاید یه بود که میگفتن شاید توهی نوشته تکست بر حال امیر تتلو رو چون تو اسپاتیفای وقتی میرفتیم تو بخش بر حال شاعر و اینا اسمی از امیر تتلو نبود خب من نمیدونم چی میتونه باشه درباره اون نوشتنه اما اگه بیتش حالا بیتش من فکر میکنم اون سمپل پکی که استفاده کردم و اون لوپه یکی بوده توی دوتا بیتی که از این دوتا آهنگ هست و شنیده شدیم چون اگه صد درصد کاور باشه و یه لوپ مجانی مج... چون اگه صد درصد کاور باشه و لوپ مجانی نبوده باشه که کسی حالا شاید پولی از اون استفاده کرده باشه نمیتونن توی سپاتیفای کارشون رو بذارن چون قوانین کپی رایت جلوشو میگیره حالا پس احتمال زیاد این بوده و حس میکنم همین بوده چون خیلی نزدیک به همه موزیکا در غیر این صورت خب اسپاتیفای قانون کپی رایت داره مثل تلگرام و اینا نیست که خیلی راحت بذارن یا سایت ها که کسی نفهمه و اجازهشو نمیده اگه غیر قانونی استفاده شده باشه از اون بیت خب این بوده از رپ هاوچی امروز امیدوارم لذت برده باشید اگه لذت بردید با یه لایک خوشگل به ما هم انرژی بدید همچنین با کامنتاتون دمتون گرم امیدوارم که همیشه خوب باشید یه صحبت ریز بکنم اینجا اونم این که ما یه ویدیو حمایتی درست کردیم وظیفه ما حمایته البته وظیفه ما حمایتی که از کاری که خودمون میبینیم که داره چارچوباشو چون کمک میکنه به رپ فارسی البته که حمایت یک چیزیه که مرامیه یکی اگه خوشش اومد میتونه حمایت کنه مجبوری اجباری روش نیست منم دارم میگم کار خوب پیدا میکنم یه کار خیلی خفن از یه صداد خفن گذاشتیم و اگه از رب سر در بیارید میدونید که اون پسر ترکونده بود و تو لایوی که گذاشتیم حالا خیلی انرژی دادن آدم شنگه و تو لایوی که گذاشتیم چهار پنج نفر یکی نشد اه خسته شدم این چیه چقدر پول گرفتی چقدر فلان این چیه داری گند میزنی فلان بریزید اینا رو بیرون بریزید اینا رو بیرون همین کارا رو میکنید آرتیست نمیاد حمایت کنه چرا چون با دل خوب میاد حمایت میکنه بعد این کامنت های چرت و پرتو ببینه حالا اون دوستانی که حمایت میکنن دمشون گرم و آقا کار خوشت نمیاد از ویدیو خوشت نمیاد نبین از استعداد خوشت نمیاد نبین ولی وقتی انقدر ذره درباره رب چیزی نمیدونی که ببینی کار طرف چقدر استاندارده سکوت کن و اینجوری انرژی منفی نده با همه انرژی منفی که با آرتیست ها میدید کار میکنید که شاید اونا هم ایچ با نکنن از کسی و قبل از هر کاری فکر کنید خیلی از موزل که توی رپ فارس داریم تقصیر مخاطبای بی فکره مخاطبایی که رشد نکردن این همه رپ خفن داریم که داره این چیزا رو یاد میده ولی باز میبینیم که کسایی که خیلی طرفدار این کارا و تعصبین هنوز نمیتونن ذره ای از اون رو انجام بدن تعصب بی خود نکشین کارو حال نمیکنید گوش ندید و الکی هم انرژی منفی به کسی ندید وقتی درک نمیکنید کنید چیه داستان و چیزی از اون پشت نمیدونید این بود برای 5 درصد شدم 10 درصدی که الان هستن و امیدوارم اونها هم یه روزی بفهمن کارشون اشتباهی این کارو نکنن خلاصه مرس که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید تا ویدیو بعدی امیدوارم همیشه توپ خوب عالی و بم باشید سی یو سون